خانم دکتر یک سوال داشتم از خدمتتون. بفرمایید. بنده خانمم خیلی تحت تاثیر مادرشه و این تو زندگی من تبدیل به یه مشکل اساسی شده. خواستم از خدمتتون بپرسم چیکار باید بکنم خانم. منظورتون وقتی میگید تحت تاثیر مادرشه یعنی چی؟ یعنی خیلی راحت مثلا گاهی وقتا مثلا بین نظر من و نظر مادرش، نظر مادرش رو ترجیح میده. مثلا من اگه بگم فلان لباس رو بپوش، بعد مادرش بگه اون مثلا برم یه پول زیادم خرج بکنم یه لباسی رو بخرم، بعد مادرش بگه که نه قشنگ نیست، اصلا نمیپوشه و این تو ذوق و سلیقه من میخوره. خانم شما چند سالشه؟ 32 سال. مادر زن قدرتمند کنترولینگیه؟ مادر زنم؟ بله متاسفانه خب تو زندگی ما هم الان به صورت مستقیم دخالت نمی کنه، اما دیگه من خودم دیگه این اصطلاح به خانمم میگم دیگه تو از کاخ سفید داری هدایت میشی، یعنی هرچی از کاخ سفید بگم تو داری انجام میدی. کاخ سفید، حالا باز خوبه که خونه مادر زن کاخ سیاه نذاشتی، اسمشو کاخ سفید گذاشتی. حالا نه محل بی احترامی نیستیم، من خیلی با خانمم صحبت میکنم، یعنی اگه ما داریم با هم زندگی میکنیم بهتر اینه که ما حرف همدیگه رو گوش بکنیم. کاملا شما درست، ما رو همدیگه تاثیر داشته باشه این بهتره تو زندگیمون. ببین اینکه مثلا ما بذار من اینو بگم، امیدوارم همسرت گوش کنه. ببین ما ازدواج برامون، من همیشه مثال میزنم، یک بارم اینو با آقایی که به اصطلاح تخصصش فضا و اسپیس و کیهان هست در میون گذاشتم، گفت که خیلی مدل، یعنی خیلی تشبیه درستیه. ببینید در فضا، در کیهان، تشکیل یک منظومه جدید اینطوری اتفاق میفته که یه منظومه، یعنی یه سیاره از منظومه قبلی خودش جدا میشه، حالا به دلیل جرم مولکولی، به دلیل اسپید، به دلیل حجم، به دلیل فاصله، از هر چی جدا میشه و در فضایی که قرار میگیره حرکت میکنه تا اینکه یک سیاره دیگه ای رو شکار میکنه یا یه سیاره دیگه که در نزدیکی او هست شکار میشه و این دوتا با هم وارد یه جوی میشن که رو هم تأثیر میذارن و یک مدار جدید به وجود میارن. ازدواج دقیقاً اون وقت این دوتا باید جرم مولکولیشون، سرعتشون، حجمشون، شتابشون، اینا با هم بخونه تا این مدار جدید تشکیل بشه. ازدواج هم همینطوره، شما باید از اون منظومه و مدار اصلی خودت جدا بشی، کامل یعنی مستقل بشی و دیگری هم از منظومه خودش مستقل جدا بشه تا شما بتونید یک منظومه جدید یا یک خانواده جدید تشکیل بدین. این به معنای این نیست که شما با اون منظومه قبلی قهر کردین یا قطع رابطه میکنین یا دیگه اونا رو نمیبینین، بلکه تحت تأثیر جرم مولکولی و دنسیتی و شتاب و نیروی مغناطیسی و حرکت اون نیستین، بلکه با خودتون این جریان رو دارین تنظیم میکنین. این استقلال عنصرش. یک زن و مرد مستقل قادرند یک زناشویی سالم به وجود بیارن و مستقل یعنی در نفوذ یکدیگر حرکت کردن، نه در میدان نفوذ خانواده های قبلی خودشون بودن. این مسئله برای خانواده های شرقی، به خصوص خانواده های ایرانی یا عرب، خیلی مشکله، به دلیل اینکه ما به خانواده گسترده عادت داریم. یه خانواده با یه خانواده ازدواج میکنه، به همین دلیل هم اگه این دایی از اون خوشش نیاد، این عمو از اون خوشش نیاد، به فاجعه منجر میشه. مدل جدید این مسئله استقلال نظره، ولی استقلال همینجوری اتفاق نمیفته. احتیاج به مادری و پدری بسیار سلامت داره تا ما فرزندان مستقل تربیت کنیم. در غیر این صورت آدم ها بزرگ میشن ولی هنوز بند ناف عاطفیشون به ما چسبیده
و به این دلیل وارد زناشویی هم میشن ولی هنوز از کاخ سفید فرمان میگیرن، خب، یا از جماران فرمان میگیرن. لذا ما این عدم بلوغ عاطفی روانی رو تو مشاوره های قبل از زناشویی میتونیم بشناسیم. توصیه من به شما اینه که به طور عملی یک ملاقات خیلی دوستانه با مادر زنت بکن و بهش بگو که این نوع توصیه هایی که شما میکنی مادرانه، دلسوزانه و از روی مهر و عشق، منتها سبب میشه که من دلم آزرده بشه و نسبت به زنم و نسبت به شما یه نوع دلازردگی پیدا کنم. تو این مسائل اگر شما توصیه های مستقیم به دخترت نکنی زندگی ما شیرین تر میشه و امیدوارم که او هم اینقدر بالغ باشه که این مسئله رو با بلوغ از شما قبول کنه.